خیلی ممنون. خواهش میکنم. خوش اومدین آقا. ممنون. چرا زحمت کشیدی؟ دیگه باید ببخشید. چون امروز یه مهمون خاص داشتیم، دیگه سرمون گرم ایشون شد و نفهمیدیم کی رسید. برو به کارت. خدا با امرتون. بشیر، چی شده؟ چرا نیومدی استقبال عدنان بیگ؟ سلام. خوش اومدین آقا. عدنان بیگ، خوش اومدین. ممنون. سمر خانم برگشت؟ هنوز بر نگشته، ولی انام خانم بالا منتظرم. الان رفتم بالا، شاید تو پذیرایی نشستم. میخوام تو باغ ببینمت. خواهش میکنم بیا. سمر، خواهش میکنم بیا. خوش اومدی. سمر دیر نکرده؟ آخرین باری که با هم تلفنی صحبت کردیم گفت داره با مهند صحبت میکنه. چت شده خوشگل خانم؟ چرا هنوز ریشتون رو نزدین؟ باشه، حتما میزنم. فردا با وزیر ملاقات دارم. یعنی چون من گفتم نمیخوای بزنی؟ اگه من جای شما بودم هیچ وقت نمیزدمش. چه حرفا میزنید. خوبه، باشه، دیگه هیچ وقت نمیخوام واسم کاری انجام بدی. باشه، الان میرم. فقط به خاطر تو ریشمو میزنم. چرا اینقدر تو لوس شدی؟ خب سمر این شکلی دوست داره دیگه. جولیا اینو آورده، البته از خیریه. خب هرچی که هست، لازمه بگم که باید ببری بذاریش تو اتاقم؟ فراموش کرده بودم، وقتی شما رو دیدم یادم افتاد. وقتی انعام خانومو دیدن همه چی رو فراموش کردن. شنیدم دیشب زیاد خرابکاری کردی. چی شده؟ سمر تونست کاری کنه؟ کمک کرد یه روز سخت تبدیل به یه روز خوش بشه. آها، سلام. عدنان بیگ همین الان پیش پای شما رسید. آره، ماشینش رو دم در دیدم. سمر بیا کارت دارم. الان نه، بعد از خوردن غذا هرچی داری بگو. دارم میگم موضوع مهمه. ببخشید، الان شوهرم از راه رسیده و باید برم پیشش. مادمازل، مهند یه رستوران به هم نشون داده که سمبوسه های خیلی خوشمزه‌ای داره. حتما باید امتحانش کنی. جدی؟ احمق. شیطون نشو، غذاتو بخور. میخوام به چهره جدیدتون عادت کنم. به نظر من خیلی بهش میاد. اگه این سکوتو در نظر بگیری میفهمیم که همه نظرشون این نیستش. واسه بابات فقط نظر سمر مهمه، درسته؟ درسته. هر کی هرچی دوست داره بگه، ولی من نظرم همینه. نظر تو واسه خودت نگه دار. میدونم تو واسه چی ناراحتی، چون بابا به خاطر تو ریشاشو نزد، به خاطر اینکه میخواد بره با وزیر ملاقات کنه ریشاشو زد. با وزیر ملاقات دارین؟ بله، فردا صبح زود باید با آنکارا سفر کنم. یه دو شبی اونجا میمونم، با نهاد میرم. باید یه سری قرارداد امضا کنی. امیدوارم خیر باشه. خیر انشالله. خیلی ممنون. ببینم مهند کجاست. ای بابا، یه جای خیلی دور. با بشرا حرف زدی؟ به هم قول داد ولی به قولش عمل نکرد. میخوام ازت شکایت کنم. عزیزم این کارو نکن، شما تازه اول راهین. نمیخواستم الان کاری بکنم، میخوام یکم آروم بشه. شاید به صلاحتون نباشه. نمیدونم،
باید منتظر باشیم. چیزی که من متوجه شدم اینه که مهند میخواد بیشتر فکر کنه. من قبل از اینکه این موضوع رسمی بشه بهش فکر کرده بودم. میرم توی باغ. میخوام هوا بخورم. نوش جونت. میخوای من باید بیام؟ نه ممنون. میخواستم بشینم باش مردونه حرف بزنم. عزیز دلم، فکر نمی کنم مهند به خاطر این موضوع تو فکر باشه. شاید میخواد تنها باشه. هرچی باشه واسهش خیلی سخته. خدا کنه عاقل بشه. باید بفهمه که نباید دل اون دختر بشکونه. اگه آشتی نکردن چی؟ اونا همدیگر رو خیلی دوست دارن. من مطمئنم که مشکلشون رو حل میکنن. کسی قهوه میل داره؟ من میل ندارم. الان براتون میارم. قهوه منو ببر دفتر. معذرت میخوام، برای فردا قرار ملاقات دارم، باید آماده شم. راحت باش، برو به کارت برس. ما هم میخواییم به پیانو زدن نهال جون گوش کنیم. اتفاقا امروز زیاد تمرین کردیم. ولی من تمرین نکردم، باید با منم تمرین کنی. نگران نباش، الان نهال نوتای جدیدو میزنی، تو هم خوب گوش بده. بیاین بریم اتاق موزیک. شما برید، من بعدن میام. بیا عمه. پیروزه خانم، بفرمایین با ما بیاین. میخوای به چهره جدیدم عادت کنی؟
آفرین عزیز دلم، واقعا قشنگ میزنی. خیلی عالی بود. خب شروع کن. این آهنگ مهنده. آها، خیلی هم دوستش داره. سمر، مهند بله همون جان. سمر به هم گفت اینجایی، نگرانت بود، گفت بیام پیشت. اوضاعت به هم ریخته. اما خودم هم از این اوضاع خسته شدم. چرا با بشرا حرف نزدی؟ جرأتشو نداری؟ برای چی همچین تصمیم میگرفتید؟ خودتون میدونین. پس یه موضوع کوچیکو همینجوری بزرگش کردید. کس دیگه ای تو ذهنته؟ نه همچین چیزی نیست، باور کنید اینطور نیست. یه شب که تو مستی داد میزدی دوستش داری، منظورت بشرا بود؟ پس مشکلت چیه؟ تو از ازدواج میترسی؟ شاید، نمیدونم، فکر میکنم هنوز خیلی زوده، چون فقط عشق کافی نیست. ازدواج مسئولیت خیلی سنگینیه که من هنوز نمیتونم عهده‌دارش بشم. میفهمم، خیلی عجله کردم، شمارم هول کردم، خیلی معذرت میخوام. از من عذرخواهی نکن، از بشرا معذرت بخواه. از این فرصت که حلقه ها رو برات فرستاده استفاده کن، شاید خواسته امتحانت کنه. باش حرف بزن، موضوع رو توضیح بده، رو راست باش، دقیقاً بهش بگو اون شب چی شد، چیزیو ازش پنهان نکن، گناه داره، اذیتش نکن، ناامید میشه. درست، حق با شماست. آفرین.
آفرین عزیزم، عالی بود. واقعا خیلی قشنگ میزنی. عالی بود عزیزم. مادمازل نظر شما چیه؟ واسه تویی که اولین بار این نوتو میزنی باید بگم عالی بود. نظر مادمازل خیلی مهمه. ممنونم جان. با اجازه همه من باید برم. سمر، میشه چند لحظه بیای؟ میخواستم باهات حرف بزنم، گفتی بعد از شام. خیلی خوب. نهال، واقعا ازت ممنونم. خواهش میکنم. نظرتون چیه یکم بریم بالا؟ آره اتفاقا منم میخوام برم با کامپیوتر بازی. تو خسته نمیشی؟ کلی بازی قشنگ گرفتم. چه عالی. من میرم به آشپزخونه یه سری بزنم. چیزی شده؟ چیزی نیست. مامان دوباره چی میخوای بگی؟ نه ترس، میخوام برات یه موضوع مهمی روشن کنم. ولی من دیگه از حرفای مسخره تو خسته شدم. حالا بهت ثابت میکنم که حرفای من مسخره نیست. چند بار بهت گفتم مواظب این لمیز خانوم باش ولی تو اهمیت ندادی. درست نمیگم؟ موضوع مهمت همینه؟ میدونم چرا ازش دفاع میکنی، برای اینکه لج منو در بیاری. مامان بسته. بده ببینم این چیه. برای اینکه برات ثابت بشه بیا با چشمای خودت بخونش. عدنان بیک، من دیگه به هیچ عنوان نمیتونم تو این خونه بمونم. از روز اول که پامو تو این خونه گذاشتم عاشقت شدم. چی؟ نامه عاشقانه از طرف مادمازل به عدنان بیک. فقط منتظر روزی بودم که احساسات منو درک کنی. من خودمو میشناسم. این واسم غیر ممکنه که بتونم ببینم تو داری با کس دیگه زندگی میکنی، خصوصا کسی که جای اون خدا بیامرزو گرفته و هیچ لیاقتی هم نداره. اون حتی نمیتونه بچه‌ها رو بزرگ کنه. امروز که از من خواستی تا با نهال صحبت کنم، یه عشق خیلی عمیق تو چشماتو دیدم که کاملا منو ناامید کرد. تو برای چی اینجا وایسادی؟ گفتم شاید فیروزه خانم کارم داشته باشه. برو تو آشپزخونه. کارت داش صدات میکنه. دیدی این همه سال عاشقش بود؟ خیلی صبوره نه؟ هنوزم داره صبر میکنه، منتظر فرصتیه تا اونو ازت بگیره. اینجا مونده بود چون هنوز امیدی نداشت. بچه ها رو بهونه میکرد که هنوز بچه‌نو باید یکی بالا سرشون باشه. خانم آرزو میکنه مادرشون بشه. عدنانم باور کرده که اون داره فداکاری میکنه. نمیدونه قصد داره به اون نزدیک شه. تو هم سرت گرم کارای دیگه است و از هیچی خبر نداری. تا حدی که این زنه میخواد شوهرتو بگیره. تو نمیفهمی. شایدم به خاطر مصلحت خودت هیچی نمیگی. اینو از کجا آوردی؟ گفتم برام ازش کپی بگیرن. تا لمیز چیزی متوجه نشه. خیلی زحمت کشیدی. از کجا معلوم شاید تو این نامه رو نوشتی؟ عزیزم باورت نمیشه نه؟ حق داری، منم اولش باورم نشد. جواب سوالمو بده، اینو از کجا آوردی؟ خیلی برات مهمه بدونی؟ کاتیا رو فرستادی تو اتاق مادمازل رو بگرده؟ آخه چطور تونستی؟ یه جور رفتار میکنی که انگار خونه خودته. کی به تو اجازه این کارو داد؟ واقعا کارات شرم‌آوره. دیگه داره حالم ازت به هم میخوره. تو با من چی کار داری؟ بگو ببینم، حالا که چهره واقعی مادمازل رو کشف کردی میخوای چی کار کنی؟ نمیدونم، ولی مطمئن باش کاری که تو فکر میکنی و انجام نمیدم. بگو ببینم، حالا که حقیقت رو فهمیدی احمق بیچاره، چرا یه سند واسه حرفات نگه نمیداری؟